اندیشه ها و مکاتب مختلف فلسفی و اجتماعی شیوه نگاه انسان ها به جهان رو بیان می کنن. اما در طول تاریخ انسان ها شیوه نگاهشون به پدیده ها رو تغییر می دن. گاهی اوقات اندیشه های جدیدی پدید میاد و گاهی هم در همون اندیشه ها و مکاتب قبلی به دلیل منفعت های اقتصادی و سیاسی تجدید نظر صورت می گیره. به این فرایند در اصطلاح سیاسی رویزیونیسم میگن. برنامه امروز واژه‌ها به همین اصطلاح اختصاص داره. رویزیونیسم. ویزیون یک واژه فرانسویه که اینطوری نوشته میشه و به معنی دیدگاه و نگرشه. وقتی پیشوند آر‌ای بر سر این واژه میاد، معنی دوباره نگاه کردن، بازنگری یا تجدید نظر رو به خودش میگیره. این واژه هم مثل همه واژه‌های دیگه سرگذشتی داره. واژه رویزیونیسم در اصل عنوانی بود که ابتدا برای نظریه‌ها و روش‌های سیاسی سوسیالیست‌هایی که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 زندگی می‌کردند به کار رفت. اونها در برخی از نظریه‌های کارل مارکس در مورد جنگ طبقاتی و آینده جامعه سرمایه‌داری بازنگری کردند و به جای انقلاب خواهان گذار آرام از سرمایه‌داری به سوسیالیسم شدند. سرسلسله رویزیونیست ها روزنامه نگار سوسیالیست آلمانی ادوارد برنشتاین بود که در نیمه دوم قرن 19 و اوایل قرن 20 زندگی میکرد. به همین دلیل که رویزیونیسم در مارکسیزم رو دکترین برنشتاین هم مینامند. ادوارد برنشتاین، سیدنی، بشاتریس ویب، جورج برنارد شاو، گراهام والاس و گروه دیگه‌ای دست به دست هم دادن و جامعه ای از سوسیالیست ها رو به وجود آوردن که اسمش رو گذاشتن فابیان. در واقع فابینیسم یک جنبش مسالمت جو بود که از نام فابیوس سردار رومی گرفته شده که با استراتژی صبر و بردباری به همراه جنگ و گریز تونست هانیبال سردار کارتاژ رو شکست بده. فابین ها بر این باورن که سوسیالیسم رو میشه از راه واکنش آشتی جویانه و تدریجی جامعه در برابر مالکیت انحصاری و در نتیجه پیشرفت دموکراسی سیاسی به دست آورد. بخشی از انتقادات رویزیونیست ها به اقتصاد سیاسی مارکس بود. اونا می گفتن فرو افتادن سیستم سرمایه‌داری با شتابی که مارکس پیشبینی می کرد اتفاق نیفتاده و در چشم‌انداز هم نیست. علاوه بر این مدعی بودند که مبارزه طبقاتی اونطور که مارکس پیشبینی می کرد جلو نرفته و به نظر نمی رسه که به این زودی ها پیشبینی های مارکس محقق بشه. همچنین رویزیونیست ها می گفتن این مبارزه طوری که مارکس پیشبینی کرده بود گسترش پیدا نکرده و طبقه میانه به هیچ وجه از صحنه جامعه ناپدید نشده و بالعکس رشد هم کرده. رویزیونیست ها در انتقاداتشون اضافه می کنن که تمرکز صنعت و سرمایه هم بسیار کندتر و نامنظم‌تر از اون چیزی پیش رفته که مارکس پیشبینی می کرد. ضمن اینکه اونها مدعی هستند که زیر فشار طبقه کارگر گرایشات اجتماعی در راستای کاهش بهره کشی از کارگرانه. در نتیجه سطح زندگی طبقه کارگر آرام آرام بالا کشیده و بالاخره اینکه در پیشرفت آرام امکان کامیابی بیشتری هست تا در خشونت و تغییر ناگهانی. البته نظریه های رویزیونیست ها بی پاسخ نموند و با مخالفت و انتقاد دیگر مارکسیست ها به ویژه لنین و ماو روبرو شد. به عنوان نمونه لنین در رابطه با برنشتاین گفته که او بیش از همه سر و صدا به راه انداخت و کاملترین نمونه تغییر و رویزیونیسم رو به وجود آورد. ماو هم در مورد این جریان گفته که رویزیونیسم یک جریان فکری بورژوایی در درون جنبش کارگری بین المللیه. این تفکر شکلی از اپورتونیسمه که علم مارکسیزم رو برای مبارزه با خود مارکسیزم بلند میکنه. ما او اضافه کرده که نفی اصول بنیادی مارکسیزم و نفی حقیقت جهان شمول اون خود رویزیونیسمه. اما جنبش کارگری یک پارچه نموند. این جنبش بعد از مدتی به دو جناح سوسیالیست و کمونیست تقسیم شد. سوسیالیست ها اغلب به رویزیونیست ها ملحق شدند، اما کمونیست ها خودشون رو به همان اصول نخستین مارکسیزم وفادار می دونستند. در جدال ایدئولوژیک میان گروه های گوناگون کمونیست، هر گروه بازنگرش های خود را در مارکسیزم، تفسیر و بست خلاق مارکسیزم و
و تطبیق مارکسیسم با شرایط نام می‌دهد، ولی نظریه های رقیبان را بازنگرش می‌شمارد، چنانکه لنین و ماو در تفسیر مارکسیسم و سازگار کردن آن با شرایط عملی در روسیه و چین بازنگری های اساسی در آن کردند، اما در عین حال به بازنگری های دیگران تاختند. نمونه دیگری که برای رویزیونیسم ذکر میشه، گرایشات احزاب کمونیست اروپایی، به خصوص حزب های کمونیست ایتالیا، اسپانیا و فرانسه به سوی نوعی لیبرالیسم. این احزاب اروپایی توجه بیشتری به جنبه های بشردوستانه مارکسیسم دارند. این گرایش نام کمونیسم اروپایی به خودش گرفته. حزب های کمونیست شوروی و چین این گرایش رو هم بازنگری و کجروی از مارکسیسم به شمار میارن. به صورت خلاصه و کلی، اصطلاح رویزیونیسم در گروه ها، حزب ها و کشورهای کمونیستی هم ردیف انحراف و گرایش به سازشکاریه و کم و بیش یک نوع خیانت به شمار میاد. یعنی این واژه بیشتر بار منفی داره. امیدوارم با واژه رویزیونیسم آشنا شده باشین. تا یک واژه های دیگه، خدا نگهدار.